خب دوستان، مجددا به برنامه زنان امید خوش اومدین. من و دوستم مرجان اخیراً داشتیم درباره رسومات مربوط به پا صحبت میکردیم. نمیدونم شما توی خونه کفش میپوشید یا نه. در خیلی از کشورها مثل کشور خود ما ایران این مرسومه که کفشا رو بیرون از خونه در میارن و وارد خونه میشن. مرجان در مورد یکی از دوستان استرالیاییش برامون میگفت که میخواست به یه خانواده کره‌ای بشارت بده. خب میدونین که در استرالیا ایرادی نداره که با کفش داخل خونه برین. اما در کره اینطور نیست. وقتی که ایشون میخواست وارد خونه اون خانواده کره‌ای بشه، با کفش داخل شده بود و این موضوع باعث عصبانیت پدر خانواده شد. بعدم بهش پیغام داده بود که این کار بی احترامیه و باعث ناراحتی خانواده شده بود. دوست مرجان هم ازشون عذرخواهی کرد و توضیح داده بود که این کار رو از روی عمد انجام نداده. درسته، این توی فرهنگ ها متفاوته. یکی از دوستای منم هندی هستش و اون میگفت اگر پاهای خودتون رو لمس کنید یا با انگشتتون به سمت کسی اشاره کنید، توی هند این بی احترامی محسوب میشه. بله، فرهنگ های مختلف ایده های مختلفی راجع به پا دارن. خب موقعی که خداوند ما عیسی مسیح روی زمین در خاورمیانه زندگی میکرد، عادت داشت که هر روز صبح حمام کنه. اما در طی روز صندل به پا داشتن و در جاده‌ها و خیابونای پرگرد و خاک راه میرفتن. هر میزبان خوبی باید خدمات خوبی برای مهمونش مهیا میکرد. حالا میخوایم براتون داستانی حقیقی از کلام خدا در این مورد براتون تعریف کنیم. در انجیل یوحنا باب 13 آیات 1 تا 17 اینطور میخونیم: پیش از عید پسخ، عیسی آگاه از این که ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست می‌داشت تا به حد کمال محبت کرد. هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اسخریوتی پسر شمعون نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از نزد خدا آمده و به نزد او می رود، از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حوله‌ای برگرفته به کمر بست. سپس آب در لگنی ریخت و شروع به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر داشت کرد. چون به شمعون پتروس رسید، او وی را گفت: سرور من، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی پاسخ داد: اکنون از درک آنچه می‌کنم ناتوانی، اما بعد خواهی فهمید. پتروس گفت: پاهای مرا هرگز نخواهی شست. عیسی پاسخ داد: تا تو را نشویم، سهمی با من نخواهی داشت. پس شمعون پتروس گفت: سرور من، نه تنها پاهایم، بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشوی. عیسی پاسخ داد: آن که استحمام کرده سراپا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش. باری شما پاکید، اما نه همه، زیرا می دانست چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد و از همین رو گفت: همه شما پاک نیستید. پس از آنکه عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرد و باز بر سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: آیا دریافتید آنچه برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان می‌خوانید و درست هم می‌گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. من با این کار سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین آمین به شما میگویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود. اکنون که اینها را میدانید، خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنید. آمین. عزیزان، به نظرم عیسی داشت به اونها و حتی به ما سرمشقی میداد که مفهوم پادشاهی خدا رو درک بکنیم، یعنی خادم همدیگه باشیم. در نظر خدا
خدمت کردن و کمک به دیگران خیلی امر مهم و نیکوییه. اما خدا از همون نمیخواد که برای خوب نشون دادن خودمون یا تحت تأثیر قرار دادن دیگران کاری رو انجام بدیم. دقت کردین توی داستان عیسی به شناخت خودش اشاره داشت؟ به نظرتون این به چه معنیه؟ خب عیسی میدونست که خدای پدر او رو روی زمین فرستاد تا ناجی ما بشه. او میدونست که پسر محبوب خداست. پس نیازی نبود محبوبیتش رو با خود نمایی به کسی آشکار کنه. و فکر میکنم این موضوع برای ما هم صدق میکنه. وقتی ما به عیسی ایمان میاریم، عضوی از خانواده الهی میشیم. نیازی نیست بزرگی خودمون رو به کسی ثابت کنیم. من میدونم کی هستم. من دختر محبوب خدا هستم. پس میتونیم فروتن بشیم و دیگرون رو خدمت کنیم. همونطور که عیسی این کار رو کرد. تا جایی که پاهای کثیف شاگرداش رو شست. درسته. یه ضرب المثل چینی میگه بامبوی بلندتر جلوی کوچیکتر سرخم میکنه. فکر میکنم منظورش همین باشه که فردی که حقیقتاً بزرگه خودش رو فروتن میکنه. عیسی به ما بزرگترین نمونه خدمت فروتنانه رو نشون داد. نه تنها در شستن پاها، بلکه او از جلال آسمان پایین اومد، انسان شد، زندگی کرد و مرد. میخوام براتون آیاتی از کتاب مقدس بخونم. این آیات به ما میگن که عیسی همیشه ذات خدایی داشت. کلام خدا میگه که او که همذات با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود در آسمان، بر زمین و در زیر زمین و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر. هللویا، آمین. چه آیات زیبایی حقیقتن. واقعا برای هممون قابل تعمله. میدونی چیه فرشته؟ منم میخوام الان تو رو خدمت کنم. برم واسه یه جفتمون یه چایی خوشتم درست کنم تا با هم بخوریم و خستگیمون در بره. عزیزان، وقت برنامه‌مونم به پایان رسیده. اما بدونید که همیشه شما رو توی دعاهامون یاد میکنیم. دوستان، همیشه یادتون هستیم، براتون دعا میکنیم و آمین که تا برنامه آینده همچنان شما هم در دعا باشید برای برنامه زنان امید. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.